پشتیبانی کارگروه ملی فراخوان‌ها از اعتراضات مردمی و جنبش معلمان و دعوت از شهروندان برای پیوستن به آنها. فراخوان شماره 19. رژیم خودسر، فاسد، جنایتکار و مردم ستیز هر روز و آمدانه برای ملت فاجعه می آفریند. یک روز قیمت بنزین را چند برابر می کند، روز دیگر به نام صیانت دست به اخلال در سرعت اینترنت می زند و امروز با نان مردم بازی کرده و قیمت آرد را چند برابر می کند. مردم آزادی نداشتند، کار نداشتند و اینک قرار است نان بخور نمیر نیز نداشته باشند. این است بازی خطرناک مافیای حاکم با سرنوشت یک ملت. این در حالی است که بازنشسته، دامدار، کشاورز، فرهنگی در کف خیابان است و کارگران نفت و پتروشیمی چند روزی است که در اعتصاب به سر میبرند. مردم خوزستان در اعتراض به گرانی دست به تظاهرات زده و سرکوب میشوند و تمامی صنوف به دلیل بی‌لیاقتی و ضد مردمی بودن رژیم حاکم، از دانشگاه تا مدرسه، از بیمارستان تا کارخانه و از بازار تا کوچه و خیابان، همه جا در اعتراض و اعتصاب به سر میبرند. کارگروه ملی فراخوان‌ها ضمن تأکید بر حق دفاع مشروع در مبارزات دموکراتیک کنونی، از همه معترضین با هر صنف، طبقه و جایگاه اجتماعی دعوت می کند برای تجمیع حرکت‌های پراکنده و سازمان نیافته که یا صدای آن شنیده نمی شود و یا امکان سرکوب خونین آن اعتراضات زیاد است، در روز پنجشنبه 22 اردیبهشت ماه 1401 به جمع اعتراضی معلم‌ها پیوسته و یک بار برای همیشه اتحاد در عمل را نشان داده و راهی برای رسیدن به خواسته های معیشتی و سیاسی خود پیدا کرده و بیش از این به مافیای حاکم در ایران اجازه بازی با معیشت، آزادی و سرنوشت خود ندهیم. شعار به حق هر ایرانی در وضعیت کنونی نان، کار، آزادی است و جا دارد برای پشتیبانی از اعتراضات خیابانی و فراخوان‌های سازمان یافته بر قابلمه‌های خالی به عنوان بحران ایجاد شده در معیشت ملی توسط مافیای حاکم و نیز نماد اتحاد در عمل بکوبیم. پیش به سوی اتحاد تمامی نیروهای آزادیخواه و عدالت‌خواه در میدان عمل. کارگر، معلم، دانشجو، ایرانی، معترض، اتحاد، اتحاد. کارگروه ملی فراخوان‌ها 18 اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی.